سلام نسرین معید نیا هستم دکترای علوم و صنایع غذایی و توی این اپیزود میخوام راجع به یه میوه براتون صحبت کنم میوه سنجد که هممون میشناسیمش چون پای ثابت یکی از سینهای سفره هفت هم هست اما میدونید که این میوه سنجد ما چه ای هم داره معروف ترین اسمش راشن اولیو یعنی زیتون روسیه البته با اسمای دیگه هم میشناسنش مثل زیتون وحشی یا سیلور بری که میشه بری نقره ای برای من که آشنایی با این اسامی خیلی جالب بود امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه اما بریم سر وقت قسمت اصلی صحبتمون یعنی اشاره به خواست بی‌نظیر سنجد شاخصه مهم و اصلی سنجد ترکیبات فنولی، فلاونویت ها و آنتی های سرشار در آن هست. به طوری که به دلیل وجود همین ترکیبات بوده که از زمانهای قدیم از این نیوه برای درمان خیلی از عوارض و بیماری ها استفاده می کردن. مثل درمان سرفه، تهوع، استفراغ، اسهال، تب، آسم و شاید موارد دیگه و حتی امروزه هم حتما شنیدید که مصرف پودر سنجد رو چقدر توصیه می کنن برای افرادی که دردهای مفاصلی دارن و شاید این عموم رو به این اشتباه بندازه که احتمالا سنجد کلسیوم زیادی داره که برای این آرزه مفیده در حالی که کلسیوم سنجد زیاد نیست و برای مثال مقدار کلسیوم 100 گرم سنجد فقط حدود 10 میلی گرمه. اما اونچه که باعث مؤثر بودن سنجد در تسکین دردهای مفصلی میشه همون ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی بالای اون هست که این ترکیبات اثر خیلی زیادی در تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از بروز التهاب در بدن دارند. و از اونجایی که همین دو مورد عامل پیشگیرانه خیلی از بیماری های دیگه هم هست پس میشه گفت که سنجت خاصیت ضد سرطانی تقویت سیستم قلب و عروق جلوگیری از استرس های اکسیداتیوی و حتی بهبود شرایط بیماری های نورولوژیکی رو هم داره و در کنار اینها باز به عنوان یک مسکن برای سرماخوردگی و آنفولانزا یا برای تقویت پوست و مو هم میبینیم توصیه میشه حالا جالبه بدونید که همین ترکیبات فنولی موجود در سنجت هست که روی فلیور حالت گسی خاص این میوه و رنگ اون تاثیر گذاره البته که کاروتنویت ها از مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده رنگ پوست سنجت هستند و برای همین محتوای کاروتنوئیدی پودر سنجدی که با پوستش آسیاب شده بالاتره یکی از ترکیبات مهم آنتی اکسیدان سنجد که اسمش رو هم میشناسیم ویتامین C اون هست که البته بعد از اون ویتامین ای هم در بین ویتامین های سنجد شاخص هست و نتایج مطالعاتی هم نشون دادن که محتوای ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی هسته سنجد حتی خیلی بیشتر از خود میوه سنجده و برای همینه که اثر بخشی پودر سنجد کامل بیشتر از پودر فقط میوه سنجده و برای خود منم جالب بود وقتی دیدم نتیجه یک بررسی صورت گرفته اثر بخشی اصاره آبی سنجد در کاهش علائم دردهای مفصلی رو قابل مقایسه با ایبوبروفن اعلام کرده. این هم اضافه کنم که در بخش کربوهیدراتی سنجد ما فیبر محلول و فیبر نامحلول هم داریم که فیبر محلولش میتونه خاصیت پریبیوتیکی برامون داشته باشه و فیبر نامحلولش به رفع مشکل یوبوست کمک کنه. حتی امروزه استفاده از پودر سنجد در تولید بیسکویت، کیک و شیرینی یا حتی بعضی از نونها و محصولات بیکری هم پیشنهاد میشه چون میتونه محتوای آنتی اکسیدانی و پلیفنولی اونها و پریبیوتیکی حتی اونها رو بالا ببره و به این شکل اونها رو تبدیل به یک محصول فراسودمند بکنه پس میشه گفت که خود پودر سنجد هم یه ترکیب فراسودمند یا فانکشناله که میتونید اونو به ماست، نوشیدنی مثل دوغ و یا حتی به سالادتون اضافه بکنید و مصرفش بکنید. پس با این همه خاصیت خوب سنجد از مصرفش قافل نشید که حتی سنجد میتونه یکی از تنقلات مفید هم برای بچه هامون باشه. خب، این اپیزود که به درخواست یکی از همراهان کانال یوتیوب هم ضبط شده علاوه بر کانال یوتیوب در پادکستر کست باکس و کانال تلگرام پادکست لبنیات و غذا هم در دسترس خواهد بود. از اینکه شما هم با ارسال این پادکست تا به دوستانتون در نشر اطلاعات علمی درست با من همراهی کنید، ازتون ممنونم. نظرات و سوالاتتون رو هم مثل همیشه برام کامنت کنید. برای هممون آرزوی سلامتی و آرامش میکنم.